16. مقاومت بیدلیل. وقتی احساس می‌کنید در برداشتن قدم بعدی برای رسیدن به هدف خود تعلل می‌کنید، به سادی ممکن است این تعلل را به گردن برنامه زمانی خسته کننده یا همکاری نکردن دیگران بیاندازید. اما این شما هستید که راه خود را برای رسیدن به مقصود سد کرده اید. اجازه بدهید ببینیم چرا این گونه است. داستان ترینا. دوستم ترینا را خیلی تصادفی دیدم. او در خیابانی شلوغ که من با ماشین از آن رد می شدم منتظر اتوبوس بود. از او دعوت کردم با هم در کافه ویواچی قهوه بخوریم و بعد هم با ماشین او را برسانم. چون تقریبا 6 ماه بود که هم دیگر را ندیده بودیم، خیلی حرفا با هم داشتیم. ترینا زن جوان، سرزنده و بی نهایت جذاب و دلربا است. او اخیراً از سفری به ایرلند برگشته بود و با خوشحالی می گفت که با یک سوغات دائمی برگشته است. تعویذی به شکل پروانه که از حلقه فرو رفته در ناف او آویزان است. در بین حرفهایش برایم درباره خوابی که دیده بود و آخرین تحولات زندگیش صحبت کرد. بعد تیک کاغذ زرد 2x2 اینچی را نشانم داد که روی صفحه اول دفتر نامزدیش چسبانده بود. تکه کاغذ ساده‌ای که پشت آن یک تاریخ نوشته شده بود. آن تکه کاغذ 4 گوش ماجرایی را اعلام می‌کرد که قرار بود اتفاق بیفتد. نخستین گام در راه تحقق آرزوی دیرینه. ترینا برایم تعریف کرد که در کالج اقتصاد خوانده و از همان کلاس اول از قابلیت‌های این رشته به وجد آمده. همیشه فکر میکرد به کار گرفتن اصول اقتصاد به شکلی عملی میتواند دنیا را از بیخوبان تغییر دهد. بنابراین در کلاس دیگری شرکت کرد و هر کتابی را که به دست میگرفت باید حتما درباره اقتصاد میبود. هرچه بیشتر خواند مطمئن‌تر شد که میخواهد به کشورهای در حال توسعه به شکلی عینی و مادی کمک کند. اما اصلا نمیدانست باید از کجا آغاز کند. چطور می توانست از مدرک لیسانس تجارت به ایجاد سیاست‌های اقتصادی برسد؟ نمی‌دانستم چه مسیری را طی خواهم کرد، اما می‌دانستم که دوست ندارم وارد سیاست شوم و این رشته مرا مایوس می‌کرد. فکر می‌کردم سیاست تنها راه برای وارد شدن به عرصه سیاست‌گذاری و نظریه پردازی است. وقتی شنید که سپاه صلح از میان دانشجویان عضو می‌پذیرد، وارد بخش آموزشی سپاه صلح شد. اما بعداً معلوم شد که انتخاب درستی نبوده و این کاری نبود که می‌خواست انجام دهد. درس دادن یا طبابت نوعی کمک فوری است. اما مشکل اصلی پول است. کشورهای فقیرتر جهان فاقد هر نوع اقتصاد باثباتی هستند. ترینا یک بار دیگر مایوس شد. و فکر کرد سازمانی که کار مورد علاقه او را انجام دهد وجود خارجی ندارد. رویای بزرگی در سر داشتم. بیان که راهی عملی برای محقق کردن آن داشته باشم. لذا امید خودم را به بهبود اوضاع از دست دادم. در این فاصله ترینا به زندگی خود مشغول شد. شغل او دستیار هماهنگ کننده جشنواره المپیک تابستانی موسیقی بود. برنامه 3 ماهه برای موسیقی مجلسی که با کوارتت زهی فیلادلفیا آغاز می شد. او از کار خود لذت می برد و از بودن در یک سازمان غیر انتفاعی هنری که نقشی حیاتی در جامعه دارد خوشحال بود. اما روک و راست اعلام می کرد حالا که در دهه 20 زندگی خودم هستم این کار ایرادی ندارد. اما بعد از آن چه؟ دوست ندارم بقیه زندگیم را مشغول این کار باشم. به علاوه ترینا به من گفت که مدتی را به صورت داوطلب در جایی به نام واشنگتن ورکس بوده و در یک دوره 8 هفته‌ای برای آموزش زنان تحت پوشش تامین اجتماعی و آماده کردن آنها برای رفتن به سر کار شرکت داشته است. زنان در این دوره آموزش‌هایی نظیر منشیگری، کار با کامپیوتر و پاسخگویی به تلفن را آموزش می‌دیدند. و به آنها کمک می شد تا شغل مناسبی برای خود دست و پا کنند. ترینا به عنوان حامی زنانی فعالیت می کرد که در این دوره ها شرکت می کردند. وقتی در این دوره ثبت نام کرد، زنی را به او معرفی کردند که 3 فرزند داشت
و 26 سال داشت. احساس می کردم بیش از کمکی که به این زن کرده ام از او چیز آموختم. زیرا زن بی نهایت شجاعی بود. ترینا علاوه بر کار به عنوان هماهنگ کننده جشنواره موسیقی و کار داوطلبانه در هفته چند شب را نیز در یک گالری هنری کار می کرد. برایم تعریف کرد که اخیراً یک شب هیچ مشتری یا بازدید کننده در گالری نبود. او تنهای تنها بود و حسابی کسل شده بود. بنابراین خبرنامه ای را برداشت تا آن را خیلی سرسری تبرک کند. اما چشمش به مقاله افتاد که درباره زنی از همان منطقه نوشته شده بود. در آن مطلب کوتاه گفته شده بود که این زن اخیراً به مقام مدیریت اجرایی گلوبال پارتنرشیپ انتخاب شده است. مأموریت این سازمان بین المللی غیر انتفاعی کمک به اقتصاد کشورهای جهان سوم با استفاده از وام‌های کوچک بود. آنها با تأسیس بانک‌های روستایی و دادن وام‌های کوچک به زنان فقیر به آنها برای راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی کمک می‌کردند. به خاطر وجود این برنامه زنان می توانستند به جای زندگی در فقر مطلق درآمد کافی برای سیر کردن خانواده خود کسب کنند. بچه های خود را به مدرسه بفرستند. برای کارهای خود بازاریابی نمایند و مبلغ وام را با سود باز پرداخت کنند. 3 سال بود که در اوقات فراغت کتابهایی در زمینه اقتصاد می خواندم و در تمام آنها توصیه شده بود که راه حل‌های کوچک بهتر از راه حل‌های بزرگ است. مؤثرترین کار برداشتن وام‌های کوچک، توجه به داشته‌های یک کشور و تقویت نقاط قوت آن است. و ظاهراً شرکت گلوبال پارتنرشیپ هم همین کار را می‌کرد. ایجاد تغییرات کوچک و محلی به جای تغییرات بزرگ که ممکن است بعداً فرو بپاشند. گرچه تمام اطلاعات او درباره گلوبال پارتنرشیپ تا این لحظه به همون چند پاراگرافی خلاصه می شد که در یک خبرنامه یک بار مصرف خوانده بود، اما ترینا به سختی می توانست هیجان خود را پنهان کند. بلافاصله با خودم گفتم می خواهم وارد این کار شوم. در این لحظه بود که او نام شرکت، شماره تلفن، آدرس و نام مدیر اجرایی جدید را روی تکه کاغذ نوشت. فکر کرد با آنها تماس بگیرد، اطلاعات بیشتری درباره کارشان کسب کند، ببیند آیا می توانند برای او اطلاعات بفرستند و بپرسد آیا می تواند با آنها همکاری کند یا خیر. خیلی ساده و سرراست به نظر می رسید. نقص نداشت. شامل همه آن کارهایی بود که می خواستم انجام دهم و در تخیلم بود، بدون اینکه بدانم چنین جایی اصلا وجود دارد. تکه کاغذ را روی دفتر برنامه ریزی روزانه اش چسباند. ترینا هر روز چشمش به آن تکه کاغذ می افتاد. هر بار که دفتر مدیریت زمان خود را باز می کرد تا برای روزش برنامه ریزی کند، شماره تلفنی را پیدا کند یا ساعت قرار خود را ببیند، آن تکه کاغذ را می دید. اما همچنان هیچ اقدامی در مورد آن نمی کرد. رسیدن به اصل مسئله. باید خیلی تلاش میکرد تا آن تکه کاغذ را نادیده بگیرد. هر روز آن را میدید اما تماس نمیگرفت. چرا؟ وقتی این سوال را از او پرسیدم، ترینا ابتدا سعی کرد بهانه بیاورد و گفت که سرش حسابی با کار در گالری، جشنواره موسیقی و کار داوطلبانه گرم بود. اما هرچه بیشتر درباره آن حرف میزدیم، ترینا بیشتر تصدیق میکرد که مشغله زیاد نبود که او را از گرفتن آن شماره باز می‌داشت. و سرانجام آهی از سر تسلیم کشید و پذیرفت که کسی جز خودش مانع از این کار نمی شد. می دانی؟ وقتی بالاخره چیزی را که دنبالش بودی پیدا می کنی، از اینکه اقدامی در مورد آن بکنی می ترسی. چون نگرانی که مبادا اگر به آن دست بزنی بشکند و فرو بریزد. احساس می کنم برداشتن گوشی تلفن و زنگ زدن به آن خانم خیلی سخت است. هرچند که خیلی دوست دارم با او حرف بزنم. این کار سخت است، به این دلیل که دقیقاً همان کاری است که من می‌خواهم. از ترینا پرسیدم آیا دوست دارد درباره علت ممانعت خود بنویسد تا بفهمد چرا دست روی دست گذاشته است. با او اصلی را در میان گذاشتم که سال‌هاست به دیگران آموزش می‌دهم
و به آن اعتقاد راسخ دارم. مقاومت بی دلیل نیست و راه خلاصی از آن رفتن به فراسوی مقاومت است و نه صرفاً غلبه بر آن. همانجا و همان لحظه از او خواستم قلم و کاغذ بردارد، شروع به نوشتن کند و به نوشتن ادامه دهد تا با کنار زدن لایه ها به کنه مسئله برسد. در ابتدا کمی معذب بود، اما بعداً از اینکه کلمات با چه سرعتی به روی کاغذ می آمدند متعجب شد. چیزهایی که نوشت اینها بود: افرادی که برای مدیر اجرایی کار می کنند احتمالاً همگی مسن‌تر از من هستند و سوابق کاری زیادی دارند. چرا باید به آدمی مثل من نیاز داشته باشند؟ کسی که چندان تجربه ای ندارد. از اینکه زنگ بزنم و بگویم می‌خواستم اطلاعات بیشتری درباره کار شما کسب کنم، احساس حماقت می‌کنم. نمی‌دانم چه بگویم. من آموزش چندانی در زمینه اقتصاد ندیدم و این کار چیزی بیش از یک احساس یا غریزه است. بزرگترین مسئله این است که احساس می‌کنم نمی‌توانم درباره کاری که می‌خواهم انجام دهم هوشمندانه حرف بزنم. و بعد ترینا زمانی را به یاد آورد که در ایرلند بود و برای کریسمس با خانواده ایرلندی به خانه می رفت. او از کلر به دوبلین برمیگشت و 3 ساعت را با دوستش میشل و برادر بزرگتر او آدریان که هر دو فارغ التحصیل رشته اقتصاد بودند در ماشین بود. وقتی به آدریان گفتم چقدر عالی است که در رشته اقتصاد درس خوانده و اینکه چقدر دوست دارم در این رشته تحصیل کنم و روی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه کار کنم، آدریان از کوره در رفت و گفت: نمیدانم شما آمریکایی ها فکر میکنید کی هستید؟ فکر میکنید میتوانید به جهان سوم بروید و همه چیز را عوض کنید؟ تمام راه تا دوبلین مرا ملامت میکرد، اصلا فرصت حرف زدن به من نداد و یک ریز توضیح میداد که چرا فکر من اشتباه است. ترینا با نوشتن فهمید که سایه حرفهای آدریان هنوز تا چه حد روی او سنگینی میکند و چگونه آنها را درونی کرده و اعتماد به نفس او را کاهش دادند. میخواهم به او چه بگویم؟ حتما فکر میکند من از آن دخترهای خل و احساساتی هستم که نمیدانم درباره چه حرف میزنم. وقتی ترینا نوشتن را به پایان برد، لبخندی روی لبش نقش بسته بود. همه چیز ناگهان معنا پیدا کرد. وقتی با خودت صادق باشی، قید و بندها فرو می ریزند. احساس آرامش می کرد. انگار بار سنگینی را که مدتهای مدید بر پشت خود حمل می کرد، زمین گذاشته است. وقتی علت مقاومت خود را پیدا می کنی، مانع برداشته می شود و آماده رسیدن به هدف می شوی. وقتی صاحب زندگی خود می شوی، راه را برای رسیدن به زندگی مطلوب می گشایی. کمتر از یک هفته بعد از ملاقات ما، ترینا به مهمانی رفت که به افتخار مدیران و داوطلبان محلی شرکت واشنگتن ورکس برپا شده بود. او سر صحبت را با زنی باز کرد که او نیز با زن دیگری در حال صحبت بود. ترینا خودش را به آن زن معرفی کرد و از او پرسید از کجا آمده. زن در پاسخ لبخند او لبخند زد و گفت: من تازه یک شغل جدید پیدا کردم. من مدیر اجرایی گلوبال پارتنرشیپ هستم که یک سازمان غیر انتفاعی است. ترینا بی معطلی پیشنهاد کرد حاضر است هر کاری که از دستش برمی آید برای کمک به آنها انجام دهد. ترینا هرگز مطالعه را متوقف نکرد و هرگز از رویای خود برای ایجاد تغییرات جهانی به کمک اصول اقتصادی، کمک مردم فقر زده برای داشتن یک زندگی شایسته و برچیدن گرسنگی از جهان دست نکشید. یک تماس تلفنی ترسناک تقریبا او را از پیشروی باز داشت تا اینکه با علت نهفته در پس مقاومت خود شجاعانه روبرو شد. و آنگاه دنیا آماده بود تا به او در راهی که برگزیده بود کمک کند. حالا نوبت شماست. مقاومت بی دلیل نیست. این کلمات قصار ارزش آن را دارند که بر آنها تأکید شود. شما در زندگی خودتان در برابر چه چیزی مقاومت می کنید؟ چه کاری است که از انجامش سر باز می زنید؟ دلایل نهفته در پس امتناع خود را بنویسید. چرا از پیش روی احساس خطر می کنید؟
شاید فکر کنید دلیل آن نیروهای خارجی است. فشار کار، خالی بودن حساب بانکی، عدم حمایت خانواده یا همسر. ادامه بدهید. آن را به گردن دیگران و شرایط بیاندازید. با اینها شروع کنید تا از فکرتان خارج شوند. و بعد آنقدر به نوشتن ادامه دهید تا به حقیقت برسید. چه چیزی در شماست که باعث می شود از برداشتن قدم بعدی تفره بروید؟ حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و به دنیا اجازه خواهد داد تا در این مسیر اندکی کمکتان کند. 17. ایجاد یک مراسم آیینی. وقتی نوشتن را تبدیل به نوعی مراسم آیینی می کنید، به امری مقدس بدل می شود. آیین وجود چیزی بزرگتر از شما را به عنوان بخشی از طرح امور به رسمیت می شناسد. تبدیل نوشتن به امری آیینی باعث می شود پیام با معنا تر شود و چیزی به حرکت درآید. داستان الین. الین سنت جیمز نویسنده مجموعه کتاب‌های مشهوری است در زمینه آسان کردن کارها. از جمله کتاب‌های زندگی خود را ساده کنید و سادگی درونی. الین بعد از نوشتن 4 کتاب در 4 سال متوالی آماده بود تا عقاید خود را در یک رشته سخنرانی‌های تخصصی به اطلاع عموم برساند. و این برای زنی که تا همین اواخر هم خودش را نویسنده نمی‌پنداشت و از حرف زدن در برابر جمع وحشت داشت، موفقیت بزرگی به حساب می‌آید. اسم مرا یک دوست مشترک به الین داد و او هم تماس گرفت تا درباره بازاریابی و مدیریت جلسات سخنرانی خود با من مشورت کند. ما بلافاصله با هم رفیق شدیم و به زودی طوری از راه دور با هم گپ می زدیم که گویی خواهرانی هستیم که از لحظه تولد از هم جدا شده و حالا همدیگر را پیدا کرده ایم. الین رفتاری بسیار گرم و دوستانه دارد و بین حرفهایش دائما خنده های شاد و فارغ البالی می کند. به نظر می رسد از موفقیت خود شگفت زده شده و به وضوح اطمینان دارد که هر کس دیگری هم می تواند راه او را برود. یادم نیست چطور به این موضوع رسیدیم، اما وقتی الین شروع به صحبت درباره مراسمی کرد که او و دوستش هر سال شب سال نو برگزار می کنند، ناگهان گوشهایم تیز شد. وقتی شرح جزئیات مراسم را به پایان برد، قلبم تند می زد و مصمم بودم خودم نیز آن را اجرا کنم. مراسم پیکان. مراسم اینطوری شروع شد. الین و دوستش هر سال با هم ملاقات می کردند تا هدف سال جدید را تعیین نمایند. حدود 10 سال پیش دوست الین چیزهایی درباره یک سنت جالب شنید و آنها تصمیم گرفتند خودشان هم آن را اجرا کنند. الین از آن موقع تا کنون هر سال این مراسم را اجرا کرده است. مراسم از این قرار است: در بسیاری از فرهنگ‌های بومیان آمریکا، قبایل و خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند تا سال جدید را آغاز کنند و جشنی ویژه برپا نمایند. جشنی که در آن از روح بزرگ تقاضا می‌کنند چیزهایی را که در زندگی خود دیگر نیازی به آنها ندارند از میان بردارد و چیزهایی را که حالا می‌خواهند در زندگی خود داشته باشند به آنها بدهد. آنها برای نمایش تقاضای خود 6 پیکان می‌سازند. 3 پیکان برای نمایش چیزهایی که نمی‌خواهند و 3 پیکان برای چیزهایی که می‌خواهند. آماده شدن برای مراسم به اندازه خود آن اهمیت داشت. آنها این پیکان‌های مخصوص را با عشق و علاقه می‌تراشیدند و برای انتهای آن از پر پرندگان استفاده می‌کردند. آنها را پیکان‌های مرگ و پیکان‌های زندگی می‌نامیدند، چون 3 پیکان اول نماینده چیزهای رفتنی و 3 پیکان دوم نماینده چیزهای تازه وارد بودند. پیکان‌های مرگ را در زمینی کم ارتفاع و در دایره‌ای قرار می‌دادند که با برگ‌های تنباکو پوشیده شده است. آنها یکی یکی از سمت شمال وارد دایره می‌شوند. پیکان‌ها را روی زمین می‌گذارند و با تمرکز روی چیزی که می‌خواهند رها کنند یا چیزی که می‌خواهند از شرش خلاص شوند، دعاهایی را زیر لب می‌خوانند. بعد از اینکه همه این کار را کردند، آن پیکان‌ها را می‌سوزانند. دود این آتش برای روح بزرگ پیغام می فرستد. آنگاه به زمینی مرتفع تر می روند.
دایره مشابه دایره اول می کشند و این بار ورودی آن را در سمت جنوب قرار می دهند. دوباره یکی یکی وارد دایره جدید می شوند و پیکانها را روی زمین می گذارند و از روح بزرگ تقاضا می کنند چیزهایی را که می خواستند وارد زندگی آنها کند. آن پیکانها تمام طول سال به صورت ایستاده برای روح بزرگ باقی می ماند. به گفته دوست الین، تصور بر این است که این پیکانها جادویی هستند. جادوی مطلق. چیزی که می خواستید از زندگی شما بیرون رود حذف خواهد شد و چیزی که می خواستید وارد شود وارد خواهد شد. سرخ پوستان اعتقاد راسخ داشتند که اگر این مراسم را اجرا کنند هر خواسته‌ای که داشته باشند اجابت خواهد شد. شکل این مراسم در جنوب کالیفرنیا. الین و دوستش سنت بومیان آمریکا را با محیط خود هماهنگ و منطبق کردند. ما نمی‌دانستیم چطور پیکان درست کنیم و از این رو سال اول بیرون رفتیم و چوب پیدا کردیم. شاخه‌های درخت بید و به جای پر هم به ته آنها روبان بستیم. دوستم، دو دخترش و من برای تکه چوب‌هایی که آنها را پیکان‌های خوب و پیکان‌های بد می‌نامیدیم، شش نوار کوچک از کاغذ بریدیم. بعد خواسته‌های خود را روی آنها نوشتیم و کاغذها را به شاخه‌های بید چسباندیم. الین به یاد می‌آورد که همه آنها از جمله بچه‌ها مراحل آماده سازی را با جدیت انجام دادند. آنها با تمام وجود درباره این سوال فکر می‌کردند. می خواهیم چه چیزهایی وارد زندگی ما و چه چیزهایی از آن خارج شوند. آنها پاسخهای قطعی و مشخصی برای این سؤال نوشتند و بعد آنها را با نوار چسب به شاخه های درخت بید چسباندند. نظر آنها این بود که اگر برای بومیان آمریکا مثمر ثمر بوده، برای ما نیز خواهد بود. برنامه این بود که روز بعد صبح زود از خواب بیدار شوند، چون رسم بر این بود که این مراسم را قبل از طلوع آفتاب اجرا کنند. الین و دوستش در مورد این قسمت دقت چندانی به خرج ندادند. من و دوستم همانطور که قول داده بودیم قبل از طلوع بیدار شدیم. اما بیدار کردن دخترها با سنین 13 و 16 سال کار سختی بود. هرچند که آنها شب قبل خیلی مشتاق بودند. آنها کاملا پایبند بودند. اما چون شب قبل تا دیر وقت بیدار بودند تا مقدمات کار را انجام دهند، صبح زود خیلی خسته بودند. بنابراین گفتیم روح بزرگ حتماً یک ساعت تأخیر را بر ما می بخشد. بالاخره توانستیم آنها را آماده رفتن کنیم. همه لباسهای گرم پوشیدیم چون هوا سرد بود و سوار ماشین شدیم و به بالای تپه ها رفتیم. جایی را پیدا کردیم که مناسب به نظر می رسید و از ماشین پیاده شدیم و از روی پرچین رد شدیم. احتمالاً وارد منطقه ممنوعه شده بودیم. الین نوع گرانی از تنباکو خریده بود که بعد از خرد کردن آن دایره از برگ‌های قهوه‌ای درست کردند. بعد از ترسیم دایره به داخل آن رفتیم و با صدای بلند به روح بزرگ گفتیم می‌خواهیم چه چیزی از زندگی ما خارج شود. الین مطمئن بود که روح بزرگ علاوه بر خواب‌آلودگی دخترها، مقررات محیط زیست کالیفرنیای جنوبی را نیز درک می‌کند. به جای آتش زدن پیکان‌ها، آنها را دفن کردیم. چون ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که ایجاد حریق منع قانونی دارد. فکر کردیم روح بزرگ به جای دیدن دود، درخواست‌های ما را خواهد شنید. چون آنها را با صدای بلند اعلام کردیم. بعد سوار ماشین شدند و به مناطق مرتفع تر رفتند و همان کارها را این بار درون دایره‌ای که ورودی آن به سمت جنوب بود تکرار کردند. به داخل دایره رفتیم و درخواست خود را بیان کردیم. به جای اینکه این تقاضاها را ایستاده رها کنیم که ممکن بود کسی آنها را پیدا کند، یواشکی دفنشان کردیم. فکر کردیم روح بزرگ به هر حال می‌تواند آنها را پیدا و اجابت کند. این مراسم دیگه سالهای بعد شکل متکامل تری به خود گرفت، چون الین شخصاً اصلاحاتی در آن ایجاد کرد. از آن پس هر سال یک جعبه مداد شماره 2 می خریدم. این کار آسان‌تر از پیدا کردن شاخه های بید و درست کردن پیکان بود. از این گذشته نوک تیز آنها راحت‌تر در خاک فرو می رفت.
او همچنان از روبانهای رنگی به جای پر استفاده می کرد و برای خریدن روبانهای واقعی انحصاراً برای این مراسم به پارچه فروشی می رفت. روبانها 5 تا 6 اینچ طول داشتند، تقریباً هم اندازه مدادها، و ما آنها را با نوارچسب به ته مداد می چسباندیم، طوری که رشته های رنگی روبان از انتهای مداد آویزان می شد. روبان سیاه برای پیکان های مرگ و روبان های قرمز، زرد، سبز و آبی برای روبان های زندگی. به اندازه اهمیت دارند که به آنها توجه شود. آوردن تقاضاها به روی کاغذ باعث هک شدن آنها در ناخودآگاه می شود. الین می گوید اگر برای شما به اندازه مهم بوده که آنها را تقاضا کنید، پس به اندازه مهم است که به آن توجه شود. پر محتوا و عمیق بودن مراسم به دلیل تمام عناصر سازنده آن است. هر مراسمی می تواند به همین اندازه عمیق و پر محتوا باشد. این کار برای من یک مراسم آیینی جدیدی بود و به همین دلیل آن را واقعا جدی گرفتم. یکی از دلایل مؤثر بودن این تکنیک خاص وجود مراحل مختلف در آن است. لذا خیلی کارها هست که باید برای نیرو بخشیدن به تقاضاهای خود انجام دهید. این مراحل اهمیت دارند. به این دلیل که حین انجام آنها پیامی را به ناخودآگاه خود می فرستید که می گوید این قضیه را جدی گرفتم. حتی کارهای مقدماتی شب قبل نیز پیام مهمی را به ناخودآگاه می فرستد. پیشرفت جهشی. الین علاوه بر دفن کردن قبل از طلوع، تقاضاهای اصلی خود را در دفتر یادداشت‌هایش نیز می‌نویسد. نمی‌دانم دیگران هم این کار را می‌کنند یا نه، اما من بعد از برگشتن از مراسم اغلب تقاضاهای خودم را به روی کاغذ می‌آورم. گاهی تقاضاها مثل یک دعا هستند. دو سال اول فقط تک جملات را می‌نوشتیم، اما به مرور زمان عمیق‌تر و عمیق‌تر شدند. وقتی تأثیر آنها را دیدیم، جدیت بیشتر و بیشتری در تعیین خواسته های خودمان به خرج دادیم. یا دست کم من این طور بودم. الین وقتی به عقب برمی‌گردد و چیزهایی را که یک سال قبل یا همین حدود نوشته دوباره می‌خواند، اغلب متحیر می‌شود و می فهمد که اتفاق افتاده بدون آنکه من متوجه باشم که اتفاق افتاده است. یک سال الین تقاضایی را نوشت و برای پیشرفت جهشی در زمینه‌های اقتصادی و شخصی و تغییر دادن زندگی دیگران درخواست راهنمایی کرد. زمان گذشت و من این تقاضای خودم را به کلی فراموش کرده بودم. چند سال بعد بود که به عقب برگشتم و در نهایت حیرت با خودم فکر کردم عجب. ببین آن تقاضای من باعث شد چه اتفاقاتی بیفتد. اصلا نمی دانستم چه چیزی را درخواست می کنم. فقط می دانستم که می خواهم در زندگی شخصی و حرفه‌ای خودم گام بزرگی به جلو بردارم. حالا که بعد از گذشت 10 سال این تقاضا را می خوانم، مات و مبهوت می شوم. روح بزرگ، می خواهم مرا راهنمایی کنی تا به سطح تازه ای از رشد و موفقیت شخصی و حرفه‌ای برسم. می خواهم از نظر کاری که از این به بعد در زندگی انجام می دهم یک گام بزرگ به جلو بردارم. می خواهم قادر باشم در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنم و نقش مثبتی در جهان داشته باشم. تازه دارم وارد چالش اصلی زندگیم می شوم. خواهش می کنم کمکم کن. در تمام عرصه‌های زندگی به شکلی فزاینده رشد کنم. این نوشته مربوط به سال 1988 است. بهار همان سال الین به صرافت افتاد کتابی در زمینه معاملات املاک بنویسد. تا آن لحظه هرگز به فکرش هم خطور نکرده بود کتاب بنویسد. کم کم فهمید چگونه پیشنهاد کتاب را بنویسد و چگونه یک کارگزار پیدا کند. بعد با ناشر قرار داد بست. شروع به نوشتن کتاب کرد و دستنویس آن را تحویل ناشر داد. کتاب خیلی موفق از کار در آمد. و بعد فهمیدم که وایکینگ ناشر کتاب قصد دارد مرا به یک سفر خیلی عالی بفرستد. فقط یک مسئله وجود داشت. او از سخنرانی می ترسید و تا جایی که به یاد داشت همین طور بود. همیشه به دنیا گفتم یک دلیل برای غلبه بر ترس به من بده.
بر آن غلبه خواهم کرد. و این هم دلیل. برای رفتن به این سفر تبلیغاتی باید بر ترس خود از سخنرانی غلبه می کردم. لذا در مؤسسه توست مسترز، کلوپی که به اعضای خود در زمینه سخنرانی آموزش می دهد، ثبت نام کرد و به رغم اضطراب شدیدی که داشت، راهی سفر شد. طولی نکشید که به اندازه سابق نمی ترسید. هرچه بیشتر سخنرانی می کرد، کمتر از آن می ترسید. طبق نگاهی که الین در حال حاضر دارد، آن اتفاق قدم اول در یک جهش تازه به سوی موفقیت شخصی، اقتصادی و درونی بود. سالها طول کشیده است، اما وقتی به گذشته نگاه می کند، می بیند که از آنجا شروع شده است. موفقیت کتاب اول باعث شد الین درک کند که زندگیش خیلی پیچیده است و مصمم شد آن را ساده کند. از سفر تبلیغی برگشتم و به سیستم مدیریت زمان خودم نگاهی انداختم. به خودم گفتم این دیوانگی است. زندگی من پیچیده بود. باید برای کتابم تبلیغ می کردم. سرمایه گذاری خودم را در زمینه املاک مدیریت می کردم. سمینارهایی را شروع کرده بودم تا به کارگزاران در زمینه سرمایه گذاری املاک آموزش بدهم. وقتی همه این کارها با هم جمع شد، مجبور شدم آن را ساده کنم. و ساده کردن آن بود که باعث شد کتاب زندگی خود را ساده کنید و کتاب‌های دیگری را در همین رابطه بنویسم. و اینطوری بود که نویسنده شدم. کتاب اول او درباره سهام عدالت بود. اصلاً به نویسنده شدن فکر نمی کرد. کتاب معاملات املاک را به این دلیل نوشتم که منبعی در این زمینه وجود نداشت و فکر کردم تکنیک مفیدی خواهد بود. فکر نمی کردم نویسنده بشوم. داشتم به عنوان یک سرمایه گذار می نوشتم و کتاب زندگی خود را ساده کنید را نوشتم به این دلیل که خیلی ها از من سوال می کردند، نزدم می آمدند و می گفتند شنیدم زندگی خود را ساده کرده ای. از شهر خانه بزرگ خلاص شده ای. از شهر تمام چیزهای دست و پاگیر خلاص شده ای. من هم باید همین کار را بکنم. چطور این کار را کردی؟ چه کردی؟ الین به خودش قول داد هیچ کاری را که از آن لذت نمی برد انجام ندهد. ایده نوشتن کتاب ساده سازی به ذهنم رسید و فکر کردم از نوشتن آن لذت می برم و لذا آن را نوشتم. نوشتن کتاب بعدی هم همینقدر طبیعی اتفاق افتاد. وقتی در برنامه تلویزیونی اپرا شرکت کرده بودم، اپرا به من گفت الین، با این همه وقت چه می کنی؟ و از اینجا بود که کتاب سادگی درونی شکل گرفت. وقتی در حال نوشتن سادگی درونی که سومین کتاب من به حساب می آید بودم، تازه شروع به دریافت نامه هایی از طرف خوانندگان کردم که می گفتند کتاب دوم من زندگی آنها را تغییر داده. از دریافت نامه ها و چیزهایی که می شنیدم هیجان زده بودم و بالاخره اینجا بود که فکر کردم هی، من می توانم نویسنده باشم. الین سه کتاب دیگر در زمینه سادگی منتشر کرد. تا کنون بیش از 1,000,000 نسخه از این کتاب‌ها به فروش رسیده و مسلماً تأثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشتند. کاملاً متقاعد شدم و به وضوح می‌بینم که تمام این اتفاقات به خاطر آن پیکان زندگی و دعاهایی است که به روح بزرگ کردم تا مرا در زندگی هدایت کند. همان دعاها باعث شد کتاب بنویسم. زندگی خودم را ساده کنم، بر ترسم از سخنرانی غلبه کنم و وارد ساحت درونی و معنوی شوم که تا آن موقع حتی به آن فکر هم نکرده بودم. هیچ تردیدی ندارم که همه این اتفاقات به خاطر بیان آرزوهایم بود و هیچ تردیدی هم ندارد که هر کس دیگری هم میتواند کاری را که میخواهد بکند. نیت است که اهمیت دارد. اولین بار در ماه فوریه چند روز قبل از روز تولدم بود که با مراسم پیکان الین سنت جیمز آشنا شدم و دوستانم دوروتی و بیل به عنوان هدیه روز تولد پیشنهاد کردند این مراسم را به اتفاق انجام دهیم. به عنوان بخشی از مراسم آماده سازی، دوروتی غذای مخصوصی از ماهی قزل‌آلای تازه و برنج و یک دسر فوق‌العاده تهیه کرد. زمان زیادی را صرف آماده کردن مدادها کردیم و در این باره مفصل بحث کردیم که آیا روبانها باید مستقیماً بالا بروند یا مثل پرچمهای کوچک به طرفین. سرانجام شیوه پرچم را انتخاب کردیم
چون چسباندن آن آسان تر بود و اعتراف می کنم که نگران بودم آیا روش درستی است یا نه. تمام مدادهای مشکی را در یک کیف و مدادهای رنگی را در کیف دیگری گذاشتیم تا مبادا آنها را در تاریکی اشتباهی چال نکنیم. قبل از حرکت یک چراغ قوه، یک بیلچه کوچک، یک شعله افکن گازی و یک قطب نما با طناب قرمز برداشتیم. وقتی صبح روز بعد قبل از طلوع به سوی بندرگاه تفریحی می رفتیم، متوجه شدیم تنباکو نداریم. لذا جلوی یک فروشگاه شبانه روزی غذاهای آماده توقف کردیم. هیچ یک از ما از دوران کالج به این طرف سیگار نکشیده بود. لذا خریدن سیگار کار بامزهی به نظر می رسید. اما احساس می کردم سیگار فیلتردار به اندازه کافی اصالت ندارد. کم کم نگران شدیم. آسمان داشت روشن می شد. دیر شده بود. بیل به ما اطمینان داد که ساعت طلوع آفتاب 7:10 است و ما هنوز خیلی وقت داریم. اما دوباره نگرانی به سراغمان آمد. این بار در مورد سیگارها. آیا سیگار کمل به اندازه کافی قوی بود؟ یا باید تنباکوی دورهام می خریدیم؟ وقتی به ساحل رسیدیم، دایره ای را به دقت روی شنهای نزدیک آب کشیدیم و ورودی آن را در سمت جنوب قرار دادیم. آنگاه پیکانهای مرگ را یکی یکی چال کردیم و چیزهایی را که می‌خواستیم از شرشان خلاص شویم به زبان آوردیم. بعد برگشتیم. از روی ریل قطار رد شدیم. به بالای تپه‌ای رفتیم و در آنجا دایره‌ای رسم کردیم که ورودی آن به سمت شمال بود. آنگاه پیکانهای زندگی را که بزرگترین آرزوهایمان روی آنها نقش بسته بود با تشریفات کامل دفن کردیم. لحظه‌ای در سکوت ایستادیم و بعد ناگهان قطاری از تاریکی بیرون آمد و روی ریل نزدیک شد. قدرت غیر منتظری آن باعث شد برای حفظ تعادل خود پاهایمان را به زمین فشار دهیم و موهایمان در باد آن به عقب رفت. به نظر می رسید نشانه خوب و ملموسی باشد. از کوه که پایین آمدیم به کافه استارباکس رفتیم تا مراسمی را که اجرا کرده بودیم مرور کنیم. خورشید تازه داشت طلوع می کرد. وقتی در حین خوردن قهوه یادداشت‌های مرا از الین بررسی کردیم، فهمیدیم که ایداد بیداد، مراسم را اشتباهی اجرا کرده ایم. ورودی دایره در زمین پست باید به سمت شمال می بود و ورودی دایره در زمین مرتفع به سمت جنوب. از این گذشته باید اولی را می سوزاندیم و دومی را دفن می کردیم. اوه نه، حالا در واقع تمام چیزهایی را که می خواستیم از شرشان خلاص شویم به زندگی خود دعوت کرده بودیم و تمام چیزهایی را که آرزو داشتیم به آن برسیم به دست باد سپرده بودیم. پاک مستصل شده بودیم و نمی دانستیم چه بکنیم. وقتی به خانه برگشتیم، دختر کوچکم کاترین که از سن خود عاقل تر است، خیال مرا راحت کرد و به من فهماند که نگرانی هایم بیجاست. او به من گفت مامان، این نیت است که اهمیت دارد، نه جزئیات کار. و حق با او بود. حرف کاترین به من قوت قلب داد و بعد باعث شد به خنده بیفتم. روی یکی از پیکانهای سیاه خصیصه‌ای حک شده بود که می‌خواستم از شرش خلاص شوم، یعنی نگرانی زیاد. واقعیت این است که هیچ یک از آن جزئیات اهمیت نداشت، نه جهت روبانها و نه زمان انجام مراسم، نه سیگار و نه سوزاندن یا دفن کردن. تنها چیزی که اهمیت داشت نیت و قصد ما بود که در مورد آن هیچ شک و شبهه‌ای نداشتیم. نیت ما این بود که روی عمیق‌ترین آرزوهای خود تمرکز کنیم، چیزهایی که از صمیم قلب در آرزویشان بودیم و چیزهایی که دیگر نمی‌توانستیم تحمل کنیم و ما به نیروی بزرگتر از خودمان متوسل می‌شدیم تا به ما کمک کند. وقتی برای مراسم خود آماده می‌شوید این نکته را به خاطر داشته باشید، نیت و قصد قلبی شما مهمتر از نحوه انجام کار است. مراسم را با اعتقاد و احترام انجام دهید و مطمئن باشید به نتیجه می‌رسید. جزئیات اهمیتی ندارند. چیزی که اهمیت دارد انگیزه و نیت است. حالا نوبت شماست. مراسم پیکان سرخپوستی را با محیط خود منطبق کنید یا خودتان مراسمی را طراحی نمایید.
آن را تا جایی که دوست دارید دقیق و مفصل انجام دهید و به یاد داشته باشید که مرحله آماده شدن برای مراسم به اندازه خود آن اهمیت دارد. هر چیزی را که حالت جدی و رسمی به شما می دهد در مراسم بگنجانید. عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش را به نوعی در مراسم استفاده کنید. مثلا غذا و برخی اشیا و سمبول ها. عود یا گیاهان معطر را در مراسم بگنجانید. مثلا می توانید از وسیله خاصی برای نوشتن استفاده کنید. مثل قلم پر دستساز و جوهر. اگر نوشتن اهداف را با نوعی مراسم آیینی مخلوط کنید، پیام شما با معناتر می شود. این کار چیزی را به حرکت در می آورد.